بوده، سه روز نبوده. خب حالا مدت زیادی بوده. اونها فورا در همون دو روز سه روز اول فدک را غصب نکردن. اینها روزهای اول مشغول جمع‌آوری بیعت به زور از مردم بودن و محکم ساختن پایه های حکومتشان بودن. بعد اینا فدک را غصب کردند و بعد حضرت زهرا سلام الله علیها مطالبه فدک و این امور را نمود و بعد از آن حضرت زهرا سلام الله علیها سخنرانی کرد. این چند مدت گذشته در این میان چند هفته بوده، ماه بوده، بیش دو ماه بوده، سه ماه بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، من نمیدانم. اما این حرف شما سه روز بوده، این را شما از پیش خود درست کردی جان برادر. نه من از خودم درست نکردم، من جایی شنیدم، اون اشکال نداره. اصلا آقا ببینید، از اون بپرس، ما نگفتیم این حرف را. آقا اجازه بدیم، حالا این قضیه سخنرانیه، بله، سخنرانی بانو فاطمه سلام الله علیها تو مسجد بعد از این جریان بوده، درسته؟ قطعا بعد از اون جریان بوده، چون بحث بیعت طوراً بعد از شهادت پیامبر حضرت زهرا سلام الله علیها. نه، بعد از شهادت پیامبر بحث بیعت با حضرت امیرالمومنین شروع شد و بحث اون آتش بردن دم در و مسائل، یعنی بعد از شهادت بود. و قصد فدک شما میفرمایید یه فاصله ای افتاده بود بینش، یعنی خطبه ای که ایشون ایراد کردن توی مسجد، این قضایا براشون قبلا اتفاق افتاده بود. خب به ایشون هیچ اشاره ای نمی کنن به این قضیه. یا امیرالمومنین من، اگر اولا اینه که بعضی وقتها چون مصائب بزرگه و همه این مردم میدانند، همه این مردم میدانند، او را بعضی وقتها آدم مطرح نمی کنه. و یا این که مطرح کردن بی بی دو عالم سلام الله علیها و عبارات به ما نرسیده، و عبارات به ما نرسیده، کسی ادعا نکرده که تمام آن خطبه، آن چی بی بی سلام الله علیها فرمودن، تمام آن به ما رسیده. لذا برادر عزیز من، شما که ادعا میکنین بی بی دو عالم سلام الله علیها بله آن اشاره نکرده، شما باید یک جای دلیلی بیارید که این تمام خطبه همینه و کسی ادعا کرده باشه که ما چیزی از خود برا فروگذار نکردیم، از اول تا آخرش همینه و این را کسی ادعا نکرده. من دنبال همین جواب از شما جواب میدم، من که عالم دینی نیستم، دقیقا همین. خب شما گوش، عالم دین که نیستی گوش کن برادر، وقتی که من جواب میدم شما گوش کنید. بفهم قربان. بله، لذا برای این را کسی میتواند بگوید که حضرت زهرا، مثلا من بگم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ظرف مسی آب نخورده. اگر من مثلا ادعا بکنم بشو، اینو باید یک کسی بگوید که تمام سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از روز اول تا آخرش جلو چشمش موجوده. همه روزهایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آب می‌خورده، همش دیده باشه، اون وقت حکم می‌کنه. یعنی کی؟ خدا، جبرئیل، او امام عصر علیه السلام که علم داره، اونا میتونن بگن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ظرف مسی اصلا آب نخورده. اما من چی میتونم بگم؟ بگم روایت نشده همچین چیزی، اینو میگم، اما شاید خورده باشه. شما که میفرمایید حضرت زهرا سلام الله علیها این را ذکر نکرده، شما باید علم به یقین داشته باشید که تمام خطبه نزد شما موجوده. خب تمام خطبه نزد شما موجوده، و ثانیا در همون خطبه مذمت آن گروه غدار و آن گروه کافر به شدیدترین الفاظ موجوده، به شدیدترین الفاظ موجوده. حالا به این سوالی که شما فرمودید، آدم باید تدبر بکنه در کلمات خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها. ربما اشاره موجوده، من نمیگم اشاره موجود نیست، اشاره موجوده و الان در ذهن من نیست. حالا من باید تدبر بکنم کلمات خطبه را یکی یکی، چون کلمات خطبه حضرت بانوی دو عالم سلام الله علیها در غایت فصاحت و بلاغت هست، و کلمات بی بی دو عالم سلام الله علیها مانند خطبه های امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه. فهمیدن آنها کار هر کسی نیست که هر کی بیاد بگه در این خطبه فلان مسئله نیامده، در کمال فصاحت و بلاغت هست و کلمه کلمه آن شرح میخواهد، نقطه نقطه آن شرح میخواهد. لذا برادر عزیز من، این که شما میفرمایید که در آن اشاره ای نیست، اینم یک حرفیه که مجرد یک ادعا هست. فرمایش دیگه دارین؟ بله، همین سوالمو ادامه‌شو شما اجازه ندید من کامل بکنم. و در فرمایشات مولا امیرالمومنین هم جایی به این مسئله اشاره نشده. چرا دروغ میزنی؟ در کتاب سلیم بن قیس هلالی امیرالمومنین علیه السلام صریحا میفرمایند. حالا تمام شما عادت کردی، شما جماعت پیش علمای دجالی زیاد نشستی، یا خود شما از دجالی هستی ها زیاد؟ بله، یک بار میگه حضرت زهرا سلام الله علیها نکرده، بعد اشاره نکرده، بعد میگه امیرالمومنین علیه السلام نگفت. اولا برای مرد خیلی سخته، بینندگان عزیز، برای مرد با غیرتی مانند امیرالمومنین علیه السلام سخته که هر جا بیاد صحبت بکنه که بله فلان جا
خانم مرا مثلا به ایشان اهانت شد و زدن، اینها را انسان های با غیرت ذکر نمی کنند. مثلا شما یک جای کتک بخوری، شما را یک جا بزنن، شما به مردم میگویی که مرا فلان جا زدن، فلان جا، هر جا نمیگویی اگر غیرت داری. آدم با غیرت و با ایمان و با شهامت این را جایی نمیگه، فقط در کجا میگه؟ وقت انتقام گرفتن. دشمنش را که دید به او در رخ او چیزی نمیاره، وقت انتقام گرفتن، اون وقت محکم که بس به صورتش زد با مشت زیر پای خود انداخت، میگم اون وقت بهش میگه که میدونی اینا برای چی تو را زیر پام انداختم؟ میخوام به دهنت بالگت بزنم، به خاطر اون روز یادت هست؟ آدم با غیرت سیرتش اینه. لذا این که حضرت زهرا سلام الله علیها ذکر نکنن، یا حضرت امیرالمومنین علیه السلام زیاد ذکر نکنن، یا امام صادق علیه السلام، ائمه اطهار علیه السلام زیاد ذکر نکنن، وجهش معلومه، چون قضیه خیلی دلخراشه، چون قضیه خیلی سخته. و این را برای انسان با شهامت، برای انسان با غیرت، برای انسان با عزت، یک مسئله ای که با خود با عزتش برخورد داره، با غیرتش برخورد داره، نقل کردن اون کار ساده ای نیست. در بعضی جاها ذکر میکنه، نه اینکه هر جا ذکر بکند، نه اینکه هر جا ذکر بکند، و اون را آدم با غیرت میگذاره برای اون چه زمانی؟ برای انتقام گرفتن. اما این که شما میگویید امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام این را اصلا ذکر نکرده، اینم تهمت به امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. و شما با جماعت دجال زیاد نشستی؟ و با اونها، بله با اونها که نشستی، اونها ایمان شما را خراب کردن. حالا من اینجا در کتاب سلیم بن قیس هلالی امیر المؤمنین علیه السلام و سلام اشاره، بلکه صریح دارن، امیر المؤمنین علیه السلام و سلام می فرماین که بله حدیث چندم بود، اون زمانی که عمر از تمام عمال خود، از تمام عمال خود اموال اونها را غرامت کرد. بله و از قنفذ غرامت نگرفت، و قنفذ را حاکم مکه ساخته بود این ملعون. امیر المؤمنین علیه السلام گفتن که میدانی چرا از قنفذ نگرفت؟ اینه کتاب سلیم بن قیس هلالی مجلد دوم جزء ثانی صفحه 674. بله قال ابان قال سلیم فلقیت علی صلوات الله علیه فسألته اما سعل صنع عمر فقال هدر تدری لما کف قنفذ عن قنفذ ولم یغرمه شیئا قلت لا قال لأنه هو الذي ضرب فاطمة علیه السلام بالصوت حين جاءت لتحول بيني وبينهم فماتت صلوات الله عليها وإن أثر الصوت لفي عضدها مثل الدملج. فرمودن که میدانی چرا عمر نصف اموال قنفذ را نگرفت؟ از بقیه همگی نصف اموالش را گرفت، از عمال خود. گفت شما دزدیدید از همه اونو، ابو هریره، همگی، عمرو بن العاص، بقیه از قنفذ نگرفت. چرا میدانی؟ به خاطر این که قنفذ همون کسی بود که به خانه ما حمله کرده بود و حضرت زهرا سلام الله علیها را با تازیانه زده بود با بازوی ایشان، با بازوی حضرت زهرا سلام الله علیها. بله و فماتت، و حضرت زهرا سلام الله علیها که از دنیا رفتن به سبب صحیح، به سبب ضرب قنفذ بود. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید، تو میگی امیرالمؤمنین علیه السلام نگفته، در جای دیگر هم این کلام را فرموده امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. و همچنین در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن که دختر شما آمده پیش شما، بر شما نازل شده، فاستخبرها الحال، از خود ایشان جریان را بپرسید، از خود ایشان جریان را بپرسید که چه اتفاق افتاده. سلام.